24مین روز تیر ماه برابر با 15 ژوئیه سال 1285 خورشیدی برابر با 1906 میلادی، مهاجرت مردم تهران به قم و آغاز هجرت کبرا در جریان نهضت مشروطه. در ادامه نهضت مشروطه پس از آنکه خواسته های مردم در مورد تأسیس عدالتخانه عملی نشد، مردم تصمیم گرفتند که به قم مهاجرت نموده و در حرم حضرت معصومه تحصن کنند. در نهایت سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی در رأس یک گروه 1000 نفری به سوی قم حرکت کردند و مهاجرت کبرا را شروع نمودند. سه روز بعد شیخ فضل الله نوری هم با تعدادی از تهران به سمت قم حرکت نمودند. این مهاجرت موجی از یک قیام در سراسر کشور ایجاد کرد و روحانیون مشهور و متنفذ اصفهان و زنجان به این تحصن پیوسته و روحانیون سایر شهرها با تلگراف‌های متعدد در انجام خواسته متحصنین قم پافشاری نمودند. در همین زمان عده‌ای از مردم هم به سفارت انگلیس پناهنده شدند و در حیات سفارت تحصن کردند. سال 1289 خورشیدی برابر با 1910 میلادی، ترور آیت الله سید عبدالله بهبهانی، یکی از مشروط خواهان. آیت الله سید عبدالله بهبهانی که در شهر نجف به دنیا آمده بود، پیش از انقلاب مشروطه هم در امور سیاسی دخالت داشت و با آغاز نهضت مشروطه به صف مبارزان پیوست و با یاری و همکاری آیت الله سید محمد طباطبایی به یکی از رهبران مشروطه مبدل شد. آیت الله بهبهانی در رهبری نهضت مشروطه نقش بسزایی داشت و پس از به توپ بستن مجلس و پس از ضرب و شتم و اهانت به وی به دستور محمد علی شاه قاجار به کرمانشاه تبعید شد و پس از چند ماه راهی اعتباد گردید. آیت الله بهبهانی پس از فتح تهران توسط مشروط طلبان به پای تخت بازگشت و از آن پس نفوذ فوق‌العاده‌ای در مجلس پیدا کرد. میانه روها که اکثریت مجلس دوم را تشکیل می دادند از بهبهانی پیروی می کردند که این امر خشم تندروان را برانگیخت و تصمیم به قتل آیت الله بهبهانی گرفتند. سرانجام با نقشه تندروها تعدادی به خانه وی حمله برده و با شلیک 3 گلوله وی را ترور نمودند. سال 1318 خورشیدی برابر با 1939 میلادی، زادروز سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی. سید علی خامنه‌ای فرزند حاج سید جواد حسینی خامنه‌ای در شهر مشهد چشم به دنیا گشود. سید علی خامنه‌ای پس از انقلاب اسلامی از سال 1360 تا 1368 برای 2 دوره پیاپی به عنوان رئیس جمهور اسلامی انتخاب شد و پس از مرگ آیت الله سید روح الله خمینی از سوی مجلس خبرگان به عنوان رهبر، ولی فقیه، رئیس حکومت و عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و فرماندهی کل قوای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برگزیده شد. خامنه ای پس از رسیدن به قدرت به علت نداشتن جایگاه مذهبی و فرا نگرفتن علوم فقه و شریعت از سوی طرفدارانش لقب آیت الله گرفت و برای جبران این ضعف آیت الله سید محمود شاهرودی رساله‌ای به نام او برشته تحریر درآورد.